اهواز مزاحمتون میشم. خواهش میکنم عزیزم، چه خبر در اهواز؟ تندرستی شما؟ والا خبرها که خوب نیست اینجا، با پولایی که شیخهای حوزه خلیج فارس خرج کردن اینجا تا تونستن این جریان وهابیت رو رواج دادن بین دوستای عرب زبانمون، تا اونجا که تونستن یارگیری کردن، کادر بندی کردن و محیان که این خلافت توی تهران یه مقدار تکون بخوره، اینا بریزن داخل خیابون یک بار برای آخرین بار تکلیف خودشون رو به قول خودشون، من نقل قول از خودشون میکنم، که میگن ما تکلیف خودمون رو با شما ایرانی ها روشن کنیم. هم میگن، میگن ما با شما ایرانی ها اشتراک زبانی که نداریم، شما فارسید ما عربیم، اشتراک نژادی هم نداریم، ما فقط یک اشتراک مذهبی با شما داریم، شما شیعه هستین ما هم شیعه هستیم، ما این رشته رو که ما رو به هم متصل میکنه میخوایم قطع بکنیم. و اگر تونستیم این رشته رو قیچی بکنیم، اون موقع ملت عرب عربستان و اهواز رو در مقابل ملت ایران به وجود میاریم. اینا هدفشون اینه. من بارها باشون گفتگو کردم، با این آقایونی که همه جا هستن، آقای مشیری پیرزنشون رو امروز صحبت از وهابیت میکنن، پیرمردشون، جوونشون، کوچه بازاریشون. بعد جالب اینجاست، این جریانات گریز از مرکز، این جریانات وهابی، هرچی که میری تو این طبقه مرفه و تحصیل کردهشون میبینی تونتر میشه. بله همینجوره، بیشتر میشه. بله بله بله. خب شما فکر میکنید چه زمینه ای بوده که سبب گسترش وهابیت داره میشه به نظر شما؟ آقای مشیری، من فکر میکنم برداشت من اینه، خب این سیستمی که اومد حاکم شد، اون ملیت ما رو انکار کرد، اون چیزی که ما رو، تمام تیرهای ایرانی رو به هم متصل میکرد، اومد اونو هدف گرفت و اونو سر برید. بله. و بعد خود به خود این ایدئولوژیشون هم که بعدن دیگه مشخص شد که چیزی توش نیست، این تیرهای ایرانی خود به خود رفتن به سمت جریانات قومی، پشتش هم استعمار هست، به عنوان اهرم فشار از اینا داره استفاده میکنه، از این کاریکاتورهای به اسم قومی که حالا به این توحش قومی تحذب دارن. بله درسته عزیزم، جریان بدین قراره. بله کاملا درسته. من شنیدم که تعداد ایرانیان فارس زبان یا پارسیگوی کم داره کم میشه و به جاش عرض کنم که عرب زبانان فزونی میگیرن، این خبر صحیحه درسته؟ بله بله آقای مشیری، اینجا یک روند مهاجرت معکوسی اتفاق افتاده، از بعد از جنگ خیلی تشدید شده، روستاییاشون از بعد شهرهای کوچیک مرتب، حالا با پولایی که به دست میارن، حالا از هر راهی، خود جمهور، خود سیستم هم اینا رو متاسفانه زمانی که جنگ شد اینا رو از لب مرز، از شهرهای مرزی کوش داد و بردشون داخل مرکز استان. و اینا خب بقیه اون فارسی زبان ها هم همینجور دارن مهاجرت میکنن به خاطر فزونی یافتن این تعداد اینها، به خاطر اون نظام قبیلگی و عشیرگی که هنوز اینا حاکمه برشون و با همون سیستم اومدن توی شهر ساکن شدن، شهرنشین شدن، اما شهرگرا نشدن. اینا اومدن به همین دلیل، فارسی زبان ها همینجور دارن مهاجرت میکنن، میرن به شهرهای داخلی مثل تهران و اصفهان و کرج و قسل هازا، و اینا تعدادشون خیلی زیاد شده. اما آقای مشیری، من خیلی دوست داشتم یه بار باهاتون صحبت کنم، این اتفاق افتاد، یک خطر بسیار بزرگ، یعنی یک فاجعه در راهه، یعنی ما همش ترسمون از اینه تقی به توقی بخوره داخل تهران، این حاکمیت یه مقدار متزلزل بشه که میشه در نهایت این اتفاق میفته. بله. اون موقع اینا میریزن و فوق‌العاده همه هم مسلح، فوق‌العاده خشن و بیره. بله این وهابی‌ها بیاندازه هم تو گوششون میکنن. بله. میگن که مشکل شما اینه که دارید با این فارسا دارید زندگی میکنید اینجا، چرا بعد شما